و حالم جناب صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در استودیو با ما هستن. بسیار خوش آمدین آقای صدیقی. امروز رفتین و رأی دادین؟ طبعا رأی افغانستان پیروزی افغانستان است. خب. افغانستان واحد مترقی، افغانستان که انشاءالله در منطقه نظیر نداشته باشه. انشاءالله در مورد مشکلات امنیتی و مسائل مرتبط به این گونه تهدیدات از طرف مخالفان مسلح دولت چه گزارش هایی در دست شما هست فعلا؟ تحرکات دشمن بوده در بعضی از مناطق، در بعضی از ولایات، جاهایی که ما هم پیش بینی کرده بودیم بر اساس اطلاعات استخباراتی خود، یک مقدار تحرکات بوده، حمله ها بالای پوسته های خود پلیس در مناطق سرحدی ما بوده، پلیس سرحدی ما، اما بسیار پایین بوده، بسطه نبوده که باعث ایجاد مشکل شوه و یا خدای نخواسته باعث ای شوه که مراکز مسدود شوه. در تمام افغانستان پلیس برنامه هایی را که یک جای با اردوی ملی و ریاست امنیت ملی اینا تدوین کرده بودن، هر سه نهاد اما هنگ با قوت این برنامه را عملی میکنه و از تمام مراکز محافظت صورت میگیره. در هر جای مردم تانسته که نزدیک بشه در 6356 مرکز در حال حاضر اینا برن و از رای خود استفاده بکنه. وزیر امور داخله صبح با تمام قماندان های امنیه صحبت یا کنفرانس ویدیویی داشت و یک بار دیگر از اونا اطمینان حاصل کرد و به هر کدام هدایت داد تا از این پروسه به گونه که لازم است و قانونی حفاظت بکنه. تا به حال ما با چالش بسیار بزرگ و یا چالشی که بتونه بر ما نگران کننده باشه به اون مواجه نیستیم، اما به هر ترتیب روز نیم شده و مشارکت مردم فوق العاده است. مردم در مراکز رفتن، گزارش های ما خوب است از ولایت و به فضل خداوند مشکل نداریم. تا یک مقدار نگرانی هایی که از مداخله نیروهای امنیتی در 16 عمل در دور اول انتخابات ریاست جمهوری مطرح بود، حالا اون نگرانی ها دیگر از بین رفته، از میان برداشته شده و گزارش هایی که واقعا در دست شما رسید تا به حال چی گونه است؟ شانزده عمل واقعا یک روز بود که تجارب زیاد را پلیس افغانستان کسب کرد، چون یک تجربه اولمون بود و بعضی موارد در بعضی موارد بعضی کسایی که هم خدا نخواسته دست دادن یا مداخله کردن، او افراد از یک طرف شناسایی شد، دور شد. و این بار پلیس بسیار آماده بود به خاطر اینکه وزیر امور داخله برشان گفت که تقلب خیانت ملی است و کسایی که تقلب میکنه اونا خلاف ورزی میکنه و قانون شکنی میکنه، از این خاطر هم باید این مورد تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن. تا به حال ما گزارش را دریافت نکردیم که پلیس مداخله کرده باشه، مداخله غیر قانونی کرده باشه، اما موارد بود که از تقلب جلوگیری کرده. به فضل خدا که در چند ولایتی که امروز صبح ما شاهد زو آمدم در مرکز سابق اداره پلیس بودیم، از چند دو سه ولایت وقتی که تلفن شد از طرف قماندان امنیه که ما یک یا دو نفر را که میخواست تقلب بکنه اونا را بازداشت کردیم. این به فضل خداوند این بار تجربه بسیار خوب است. از 16 عمل ما درسای خوب را یاد گرفتیم، در برنامه امنیتی خود را ما شامل ساختیم و هر سه نهاد امنیتی، پلیس، اردو و امنیتی ملی، یک جای اما هنگ بالقوا با قدرت عمل کردن امروز تا بال فضل خدا، انشاءالله که تا آخر روز هم این برنامه های ما عملی خواهد شد و پیروزی از افغانستان است، از مردم افغانستان. ما میپذیریم. خب حالا این پروسه ملی افغانستان دشمنای خود را داره. بله. دقیقاً حالا به خاطر مختل کردن از این برنامه های روی دست مخالفان مسلح دولت افغانستان شاید وجود داشته باشه. حالا چند مورد را شما تا به حال شناسایی کردین؟ ارگان های کشفی وزارت امور داخلی افغانستان در کل نیروهای امنیتی افغانستان که میخوان این روند را مختل بسازن و به خاطر مهار کردن از او چه برنامه های مشخص روی دست کردین؟ بله، موارد است. از صبح تا به حال موارد را که یا تلاش های را که دشمن کرده و فضل خدا که پاسخ بسیار جدی از طرف نیروهای امنیتی افغانستان گرفتن، اما ما قرار است که بعد از ظهر روی حوادث یا مواردی که دشمن تلاش کرده باشه برای اخلال امنیت انتخابات روی ازو صحبت میکنیم. اما در حال حاضر نمیخوایم که روی جزئیات ازو بریم، اما بسیار موارد نیست که قابل تشویش باشه، موارد است که حل شده. پلیس و اردو و امنیت ناپرداختن. صبح متاسفانه در کابل یک تلاش بود، اینا فقط به منظور ازی شده بود که مردم بترسه. همون دشمن های افغانستان است که نمیخواستن ببینن مردم به انتخابات میره. به فضل خدا که راکتی که در کابل بود هیچ تلفات نداشت و مردم دیگه ترس نداره، مردم هراس نداره، مردم تصمیم خود گرفته، تصمیم قوی است، تعهد است، اراده است و مسیر هم بر افغانستان تعیین شده. اما قرار است که بعد از ظهر حوالی ساعت 5 یا 6 ما روی جزئیات امنیتی صحبت میکنیم که در تمام برنامه هست، اما به فضل خداوند تا به حال بسیار زیاد نگرانی موجود نیست و مواردی که هم اگر اتفاق بیفته آنن و به اثر وقت به او پاسخ داده میشه. یعنی برنامه های گسترده به خاطر خونسا کردن اهداف دشمن وجود داره. حالا بیاین یک مقدار در مورد فضای حاکم بر نیروهای امنیتی افغانستان یک مقدار صحبت کنیم که چقدر اینا واقعا متحد هستند، چقدر فضای جالب و خوب حاکم است بر اینا و به خاطر
دقیقاً تأمین امنیت و حمایت از مردم و مراکز و محلات. ما همیشه میگیم که نیروهای امنیتی افغانستان انگیزه داره، اراده داره و نه تنها که در 16 عمل ایره به اثبات رساندن. امروز هم تا به حال شما میبینید که در هر جای در هر گوشه از کشور او اراده و تصمیم خود نشان دادن، از هر رای مردم افغانستان حفاظت کردن، از هر مرکز رای دهی حفاظت کردن در هوای گرم. فکر میکنم که نمایش تعهد و اراده نیروهای امنیتی در 16 عمل اونا نشان دادن و این بار هم امروز هم ما شاید ازی هستیم انشاءالله. و برای نیروهای امنیتی افغانستان انتخابات امروز ما یا انتخابات ما یکی از برنامه های بسیار مهم سیاسی کشور است و نیروهای امنیتی افغانستان کاملا متحد هستند که با کمک خداوند و همکاری مردم این پروسه را کامیاب بسازند. 16 عمل کامیابی بود، کامیابی دو ما امروز است و روحیه، جرأت، شجاعت، اراده موجود است که از این انتخابات محافظت شود. یک مسئله بسیار مهم و یک مقدار نگران کننده ماین های کنار جاده ای است، ماین هایی که تعبیه شده از طرف مخالفان دولت و به خاطر ایجاد کردن یک موانع یا سد در برابر مردمی که میرن پای صندوق های رای و رایشان را در صندوق نامزد مورد نظرشون میریزن. چه کارهای مهم را وزارت داخلی افغانستان در کل نیروهای امنیتی افغانستان تا به حال انجام دادن و چند مورد تا به حال در قسمت خونسازی این مورد صورت گرفت؟ یکی از تلاش هایشان کارگزاری ماین ها است، بخصوص کارگزاری ماین ها در مسیر نیروهای امنیتی افغانستان یکی از مشکلات بوده و ما در قسمت مراکز رایدهی زیاد تلاش کردیم، راهایی که به مراکز رایدهی متواصل میشه و کوشش کردیم که در قسمت کشف ماین‌ها، پاکسازی مسیرها زیاد تلاش صورت گرفته و انشاءالله امروز هم یعنی باز هم ایده تکرار میکنم که هر تلاش را که دشمن به منظور اخلال پروسه بکنه انشاءالله که ناکام است و یک بار دیگر شکست میخورن. و نیروهای امنیتی هم در هر گوشه و در هر منطقه از کشور تلاش میکنه که این تهدیدات دور بکنه. کمک مردم همیشه یکی از اصل ها بوده، امروز هم کمک مردم فوق العاده با ما است و انشاءالله که منتظر هستیم تا روز سپری شود، روز تمام شود و مردم افغانستان دوباره به خوشی به خانه های خود بر بگردن و امروز باعث یک روز مهم تجلیل کنند. میخوایم که مشخصا دیدگاهتان را در رابطه با خب پیام اخیری که از طرف رهبری طالبان صادر شد و مردم را یک مقدار نگران ساخت و مانع رفتن اینا و شرکت در انتخابات ساخت، گفتن که این دیگر روند اسلامی نیست و روند عادلانه و شفاف نیست، نباید در این روند شرکت کرد و کسی که میره در این روند یک مقدار نگران ساختن. حالا پیام وزارت امور داخلی افغانستان به آدرس رهبری طالبان چی است و چی میخواین بگوین؟ اولی که مردم به پیام های طالبان گوش نمیتن، یعنی مردم افغانستان به فضل خداوند از نقطه نظر شعور سیاسی به یک حد بسیار بالای رسیده و اگر طالب می پیام میده که این پروسه انتخابات پروسه اسلامی نیست، این کاملا مسخره است، یعنی هیچ کس اینو نمیپذیره. هر عمل طالب و گروه تروریست ها کسایی که مردم افغانستان را میکشه او اسلامی نیست، یعنی کشتن یک مسلمان در هیچ حالت جواز نیست و مردم افغانستان تحت تاثیر صحبت ها نمیره. مردم افغانستان مسلمان است، دولت ما دولت اسلامی افغانستان است و هر برنامه و پروسه سیاسی ما که عملی میشه اینا همش بر اساس ارزش های اسلامی است. افغانستان یعنی 100% مسلمان نه، و کسایی که اموال بیگانه هستند و به هر بهانه که قتل مردم افغانستان توجیه میکنه این اصلا تاثیر بالای مردم افغانستان نداره. در 16 عمل مردم ثابت ساخت که در انتخابات میره، علی رغم تبلیغات به انتخابات میرن. این بار هم در پلویی که طالبان زیاد تبلیغ کردن، زیاد هشدار دادن، یعنی مردم تحت تاثیر نرفتن. امروز میلیون ها افغان تا به حال ما حداقل شاهد ازی هستیم که در هر ولایت رفتن و در انتخابات اشتراک کرده. مردم افغانستان تصمیم گرفته که همین مسیر مسیر درست بر افغانستان است، همین نیروهای امنیتی افغانستان نیروهای مهم بر افغانستان است و هویت طالبان برشان معلوم است. هویت طالبان کسایی که متاسفانه اعمال بیگانه هستند، کسایی که به دستور بیگانه افغانستان ما را میخواد تخریب بکنند و به هدفشان نمیرسند ان شاء الله. بسیار تشکر آقای صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، از حضورتان در بحث.